ما رفتیم کانادا. این سفر من سفر اجباری و بدون دلخواه خودم بود، بلکه بالاخره دخترمون اونجا بود، منتظر یک نوه بودیم و من چون کلاس هم تعطیل کرده بودم، غم خیلی خیلی سنگینی رو دل من بود، ولی خب تنها امید من نوه بود که منتظرش بودم که تجربیات این چندین سالی آموزشیم رو نوام پیاده کنن، که البته خیلی هم موفق شدم. نوه من قبل از اینکه به سن 2 سالگی برسه حقیقتاً یه دوست و همراه من بود. هیچ وقت این بچه گریه نمی‌کرد. بچه‌ای که هنوز حرف نمی‌زد، قشنگ حرف من رو می‌فهمید. ولی یه مدت کوتاهی گذشت، من یه احساس بدی بهم دست داد. گفتم من این بودم که از صبح تا شب یه خونه‌دار باشم، فقط یه بچه‌دار باشم مثلا. دیدم یه چیزی می‌خوام اما نمی‌دونستم چیه. فقط تنها چیزی که تو فکر من بود شاید این بود که کلاس هم تأثیر شده اینقدر غم دارم. ولی اگر شما فکر بکنید 1000 درصد به ذهن من خطور بکنه که من 37 سال نقاشی نکرده بودم، که من بتونم در اون سن 63 سالگی 2 مرتبه به طرف نقاشی رو بیارم، اصلا به ذهنم خطور نمیاد. گفتم محاله، برای که دست من نمیتونه پاسخگوی ذهن من باشه. خب ذهن من مملو بود از تمام آنچه که دیده بودم و تجربه کرده بودم، تحقیق کرده بودم، همه چیز، ولی خب دستم کار نکرده بود که. این موزل ذهنی من بود. تقریبا 2 سال نشده بود از رفتنم گذشته بود که دیگه ناگهان یک حالی به من دست داد که در یکی از شب‌هایی که من کار بچه دادیم و این بیبی سیترم و اینا همه چی تموم شد، رفته بودم تو بخشی که خواست خود من بود، یه دفعه احساس کردم مثلا خواب به چشم من نمیخواد بیاد. 3 مجله رنگی هم بیشتر جلو هم نبود. یه دفعه این 3 مجله ها رو برداشتم، از تو شروع کردم نگاه کردم. یه دفعه یه صفحاتی رو بریدم، اینا رو جلو خودم جمع کردم، تمام 3 مجله رو گذاشتم، همه رو بریدم و خب تعداد زیادی هم رو جلو من درست شد. بعد قیچی هایی که برده بودم با خودم قیچی رو آوردم، بعد دیگه اینها رو بریدم و بعد از روزها و شبهای خیلی خیلی زیادی که در موقع بیکاری میرفتم اینها رو میبریدم، طول کشید چندین وقت و یه انبوهی از کارهای بریده شده جلو من بود. بعد به طور ناخودآگاه شروع کردم اینها تقسیم بندی و تقریبا 5 دسته تقسیم شد. اینا رو چیدم روی میز بلندی که اینا تابستون تو حیات ازش استفاده میکردم، دخترم اینا. اینا رو چیدم روی میز، دست دسته. بعد کاغذ گذاشتم جلوام. و بدون اینکه اصلا یه دفعه بیدم، من بدون اینکه اراده کنم دست من حرکت کرد، اولین کاغذ از یکی از این بسته ها بیرون آورد، تقسیمات بیرون آورد و گذاشت پایه کار. و بعد هم تیکه هایی بیدید که من نمیفهمیدم دیگه، مثل در یه حالت مستی تیکه هایی بدید در دست من از حرکت وایساد. نگاش کردم دیدم که هیچ کاری دیگه نمیخوام بکنم رو اینو، در همون حالت خودم. بعد ولی وقتی خواستم بفهمم کجام نمیفهمیدم، من یه مدتی طول میکشید تا ببینم پاهای من کجا قرار گرفته. بعد از یه چند لحظه به خودم می آمدم و معمولاً در مقابل این کار را یا گریه می کردم یا اینکه می خواستم پرواز کنم، برم به همه نشون بدم، که همه اظهار نظر بکنم، ببینن که مثلا چطوری شده.
اوائل کارم که دیگه حدود 25 تا کار کرده بودم، یکی از اتفاقات خوب زندگیم این بود که یک سمینار ادبیات بود در تورنتو که آقای دکتر مجابی هم از ایران دعوت شده بود. دکتر مجابی اومد کانادا، شب اولی که گذشت یه قراری گذاشتیم باهاش که ما بریم بیرون نهار بخوریم. رفتیم بیرون نهار خوردیم و بعد به طور ناخودآگاه یه دفعه از زبان من در آمد، گفتم که آقای دکتر مجابی چند تا کار کردم ببینیم. بعد گفت باشه بریم، همچنین یه جوری گفت باشه بریم. ما اومدیم خونه، کارها رو گذاشتم بلوشتی، دیدم که یواش یواش روی مبل آروم قرار نداشت، هی میامد جلو مبل و هی چیز میکرد، فقط میگفت فوق‌العاده است. خب آقا بعد همین توصیف رو کرد که این کار مثلا عرفان توش هست، عشق هست، زن هست، نمیدونم کاملا معلوم زنه، احتیاجی نداره که آدم که دیرش امضا کنی، نمیدونم موسیقی هست، تئاتر هست، سینما هست، همه چی هست و بیش از همه اون حالت عرفانی کاری که تو چشم میخوره، این فضاهای خالی که گذاشتی تو کار که تو کمتر کار نقاشی دیده میشه این فضاهای خالی. و خیلی برای من این مسئله لذت بخش بود. ولی چیزی که جالب بود، دکتر مجابی گفتش که ببین، وقتی به من گفتی بیا خونمون، من خیلی میترسیدم. گفتم بابا این که تا حالا کار نکرده که، اگه کارم مزخرف باشه من چی بگم آخه؟ نمیتونم بگم که مزخرفه. و همینجور مونده بودم که خدای بیام نیام. آقا بعد دیگه دیدم نمیتونم بگم نه که آمدم، ولی بعد مثلا با این کارا برخورد کرد که خود همین یک انرژی بود برای من و یک تأییدی بود، یک امضایی بود برای اینکه من بتونم این کارها رو ادامه بدم. و بعد از اونم دیگه بدون اینکه اصلا صدام در بیاد، در سکوت با همین نوه عزیزی که داشتم میرفتیم می‌نشستیم کار میکردیم، تا اینکه دیگه کم کم نوه‌م رفت مهد کودک و 3 ساله شد و بعد من تنها بودم دیگه. تنها می‌نشستم این کارها رو میکردم، یواش یواش رضاهاشو بزرگتر کردم، بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر و دیگه چند صد تا کار کردم تا اینکه پای دکتر براهنی باز شد تو خونه ما. و البته خب در اون مدتی که من کارا رو می‌کردم کسی هم کمکی نکرد به من که مثلا من نمایشگاه بذارم، خودم هم مثلا به فکر نمایشگاه نبودم. تنها لذت من این بود که من تونستم بعد از 60 و چند سال زندگی دلم رو روی کار برم، تجربیاتم، دانشم، تحقیقاتم و ذهنم و تمام وقایع زندگی خودم و شاگردام رو که روی هم دیگه انباشته شده بود تو ذهنم که به قول اونجا یا مثل یک کوه آتش فشان ریخ بیرون، من اینا رو کار کنم. لذت من فقط همین بود. مثلا فکر به مغزم خطور نمی‌کرد من نمایشگاه بذارم. و دکتر براهنی یه روز اومد و گفتم آره من کار کردم، خبر داری من کار کردم؟ گفت نه، ندیدم که کاراتو. گفتم بیارم ببینین. گفت بیار. رفتم مثلا 4-5 تا کار آوردم شش. گفت همین هاست؟ گفتم نه بازم خیلی دارم. گفت بازم برو بیار. با اونا رو آوردم. گفت بازم برو بیار. گفتم با خسته میشین؟ من خیلی کار دارم، همه رو باید به من نشون بدی. همه رو نشون دادم. فقط میگو فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. این همه ذهنیت از کجا آوردی؟ خب همه اینا اصلا یه انرژی بود برای من. بعد گفتش که من باید یه مقاله راجب کارهای تو بنویسم. من معمولا کمتر کار نقاشی هست که اینقدر رو من اثر بذاره. تا حالا فقط برای 2 نفر من نقد نوشتم رو کارش و تو 3 نفر. اولین نمایشگاه من درست در آستانه 70 سالگی من، یعنی 69 سالگی من تموم شده بود. وارد 70 سالگی شدم، اولین نمایشگاه من در یکی از بزرگترین گالری اونجا برقرار شد، در یک منطقه هنری دیستریکت که 30 سال از سابقه هنریش میگذشت، که فقط یه مجموعه است که فقط گالری های متفاوت توشه، که جمعیت فوق‌العاده زیادی تو
نمایشگاه من اومدن که اصلا غیر قابل پیش بینی بود. به اضافه اینکه یه افتتاحی فوق العاده با شکوهی با سخنرانی دکتر برهانی، بعد نامی هم از این دو سخنرانی کرد که من خیلی خوشحالم از اینکه بعد از 37 سال توران اول نمایشگاهش رو ترتیب داده و بعدم یه شاخه گلی رو به من تقدیم کرد و بعد منو گرفت و بوسید که همین کارش اشک خیلی ها رو در آورد. در تورنتو یه تعداد زیادی به من میگفتن این تکنیکی که تو کار کردی اصلا تا حالا تو دنیا کار نشده. الان کار کلاش خیلی میشه، خیلی تو رونق کار کلاش. مثلا در کالیفرنیا و در نیویورک یکی از گالری ها اختصاصا فقط کار کلاژ به نمایش میذاره. ولی به این شکل به طور مطلق از کاغذ استفاده کردن تا حالا هیچ کس نکرده. اولین کسی که اومد از من کار خرید، اومد 15,000 دلار از من کار خرید. این علاوه بر این که دلخوشی نداد به من، یه دفعه قلب من ریخت پایین. خدایا این کار من رفت. کجا رفت؟ کجا میخواد بره؟ بعد دیگه یه چیزی بلافاصله به مغز من خطور کرد. آدم خیلی پول داره که نیستم من. این 15,000 دلار خرج بسته بندی و آوردن همه این کارها به ایران کردم. میخوام این کارها همش تو ایران باقی بمونه.